افغانستان در 26 جنوری سال 1950 تأسیس گردید و این بزرگترین و باثباتترین تجربه در جهان دموکراسی بود. مردمان این کشور که بزرگی آن به اندازه یک قاره است مصمم شدند تا عظمت و شکومندی و همچنان رنگارنگی و تنوع فرهنگ خود را سرسامان دهند و هرچی وسایل آسایش و آرامی آن را خودشان برای خود آماده و احیا سازند و هرچی مربوطشان است باید از خودشان باشد. استعمار سرزمینشان را پارچه پارچه کرد و تعصبات مذهبی باعث قربانی 500,000 از جمعیت این کشور گردید. در آن روزها که زن در اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی از اشتراک در انتخابات و رای دادن محروم بود، همه آنها مشکوک بودند و باور نمی کردند که در کشور مانند هند دموکراسی به این شکل و صورت جایش را اشغال خواهد کرد. 50 سال بعد همه آن شکوک و ناباوری ها جایش را به واقعیت ها گذاشتند. زمان یک زن از هندوستان که آن هم مربوط و پیرو یکی از مذاهب اقلیتی هند باشند در موقف ریاست مجمع پارلمانی که نماینده 140 کشور جهان است قرار می گیرد و این واقعیت دیگر هیچ جای شک و تردید را در برابر هند باقی نمی گذارد. منشور ملل متحد با واژه ما مردم آغاز می‌یابد. مردم جهان امروز بیشتر از گذشته می‌خواهند که صدایشان به همه جهان و جهانیان برسد. نجمه عبدالله اولین خانم هندی بود که در طول تاریخ 112 ساله پارلمان جهانی باعث رئیس آن انتخاب گردید و این افتخار جامعه هند بود که زیر چتر دموکراسی جهانی تبارز کرد. اتحادیه بین پارلمانی 110 ساله شد. خانم نجمه هبت‌الله اولین خانم است که ریاست این مجمع را به عهده دارد. برای اکثریت هندیان انتخاب وی بر همچی یک موقف بین المللی از جمله آن افتخارات مهم محسوب گردید که جامعه هند را زیر چتر و تجربه نظام دموکراسی به جهان معرفی می دارد. آنانی که از یک کشور کوچک به اینجا آمدند درک می کنند که در هندوستان نفوس یک حوزه ساده انتخاباتی به 1,000,000 تن می رسد که آن برابر نفوس کشور من نامیبیا می شود. آنانی که در همچو جامعه سر و کار دارند از جمله کسانی اند که دارای خوبی های بیشمار می شوند. باید با آنها به دیده قدر و احترام نگریست و من فکر می کنم دکتر هبت‌الله از جمع آنها یکی است که همه آن خوبی ها را دارا بوده است. در هندوستان بدون شک یک عضو پارلمان از قضاوت جاده آتش بدر می آید. इंद्रावास की संख्या को आप बढ़ाएंगे, शहरी हदबंदी कानून को आप वापस लेंगे, ये सरकार तभी आप गरीबों को उड़को से या जहां से कहीं पैसा देके आप मकान बनाने में सफल हो सकते हैं। اول تر از همه من آن اعضای محترم را می ستایم که درباره مردم غریب این ملت فکر می کنند. لکن این را باید در نظر داشت که ما نمی خواهیم مردم غریب در انحصار گرفته شود. هر آنچی که ما انجام می دهیم اکثر آن به خاطر طبقه ناتوان و مردم است که بتوانند موقف و حقوق خود را در جامعه بیابند و این احساس از جمله درس‌هایی است که ما در طفولیت از رهبران خود چون مهاتما گاندی شنیده بودیم. پس هر آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم بیشتر آن به خاطر مردم محروم است که مسئله دموکراسی بر آن استوار است. سهم هندوستان در جهان به حیث یک واقعیت قابل یادآوری است، خصوصا برای جهان در حال رشد. من به یاد می آورم جنبش آزادی خواهی هندوستان را که همه رهبرانشان از
درس‌های گاندی الهام می‌گرفتند. ما چیزهای زیادی را از هندوستان در راه مقاومت و عدم تشدد آموخته‌ایم و می‌دانیم که به چیزان می‌توانیم به اهداف خود بدون خونریزی نائل آییم. هندیان مهاتما گاندی را به نام پدر ملت یاد می کنند. اون جامعه محافظه‌کار و فیودالی هند را با افکار و نظریات آزادمنش و انسانیش با یک تحول و انقلاب مواجه کرد. کمیته قانونسازی هند که بعد از استرداد استقلال هند در 15 اگست سال 1947 ایجاد گردید نیز از ایجادیات خلاقانه و مبتکرانه وی بود که برای مردم و جامعه هند حیثیت یک دستاورد مهم داشت. قانون جمهوریت آزاد هند را به وجود آورد. رئیس جمهور رهبر آن است که باید با مشوره شورای وزیران که نخست وزیر در رأس آن بوده انجام امور نماید. شورای وزیران باید اعتماد رای نمایندگان ملت را از طریق پارلمان به دست بیاورد. در پارلمان هند شورای پارلمانی ایالت‌ها نیز موجود است که وظیفه قانونسازی را برای همه ایالت‌های هند سازماندهی می‌کند. هر ایالت با داشتن کلتور خود دارای پارلمان ایالتی نیز بوده و شورای وزیران ایالات توسط وزیر اعلی رهبری می‌شود. انتخابات به خاطر گزینش نمایندگان مردم از طرف کمیسیون آزاد انتخاباتی پیش برده می شود. این نوع از انتخابات که ممثل بهترین مظهر آزادی و دموکراسی در روی زمین بوده در هند صورت می گیرد. کمیسیون انتخابات در سطح کشور تنها 50 حزب سیاسی را به رسمیت می شناسند. اگرچه این احزاب مخالف یک دیگرند ولی در جهت بهبود و ترقی کشور به آینده ها می نگرند. समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलते हैं, चलना चाहते हैं। देश में अनेक विभिन्नताएं हैं, बहुदलीय होने के साथ साथ ये देश बहुभाषी है, ये देश बहुधर्मी है। इस देश में अलग अलग जनजातियों का निवास है, वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ये काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छा हो सकता है। بخاطر همین اتحاد عمل هندوستان ثابت ساخته که به سوی ترقی و تعالی برود. اگر اکثریت رای نصیب یک حزب می شود، یعنی اقلیت ها نیز می توانند حکومت ائتلافی را طور تشکیل دهند که برای اساسات دموکراسی خطر متوجه نشود. لوکتنتر کی سریتا آباد گت سے بہتی رہے مخابرات و ارتباطات کلید دموکراسی بوده و مطبوعات هند معمولا از وسایل و تکنولوژی استفاده می کنند که حکومت را نیز زیر شعای خود قرار داده است. قانون با ایجاد تعداد از ادارات می تواند امور حکومت را تحت کنترل خود قرار دهد. به گونه مثال کمیسیون بازپرسی و بازرسی می تواند همه مصارف دولت را کنترل کند و راپور آن را منظما به پارلمان بدهد. بعضی اوقات در بعضی ساعات قانون آنقدر جدی عمل می کند که باعث دیگرگونی های سیاسی هند می گردد. و محکمه ارگانی است که حکومت هند را همه جانبه زیر مراقبت قرار می دهد. قضا در راه تحقق دموکراسی نقش عظیمی را ایفا می کند. هیچ کس بالاتر از قانون وجود ندارد. از این روز که قضات هندی در 50 گذشته از آن پیروی کرده است. حتی رئیس جمهور هند در موقعی که مسئله انتخاب او مطرح می گردد در برابر دادگاه عالی می ایستد. بار انتخاب نخست وزیر قبلی خانم اندرا گاندی از طرف یک قاضی دادگاه مورد سوال قرار گرفت و معطل گردید. او نتوانست با تمام قدرتی که در آن زمان داشت در زمینه کاری را انجام دهد. قانون ما حقوق اساسی انسان را و گروه های مختلف مانند زحمتکشان، زنان، اطفال، اسیران تحت محاکمه و اسیران محاکمه شده نیز از حقوقشان محروم نبینند. دادگاه در اجرای چنین مسائل نقش سازنده و فعال را به دوش می گیرد. زیرا تا موقعی که مردم حقوق اساسی و انسانی، سیاسی و جمهوری را به دست نیاورد، دموکراسی و جمهوریت رشد نمی کند.
تفاوت و بحرانی که بین آزادی فردی و ساختارهای برای تفاهم به سطح کشور وجود دارد از جمله مسائلی است که از سالها و صدها دانشمندان امور اجتماعی مصروف آنها اند. حوزه های انتخاباتی در این بخش با مشکل عمده درگیر است. یکی از دلایل را می توان در این زمینه این را ذکر کرد که جامعه هند از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از سالیان متمادی باعث یک جامعه عقب گذاشته باقی مانده است. قانون هند برای حفظ حقوق گروه های مختلف امتیازات فوق‌العاده را در ساعات مختلف چون تعلیم و تربیه و غیره در نظر گرفته است. همین مسئله بود که از سال 1996 الی 98 آقای پی ای سنگما که مربوط به مردمان و باشندگان شرق بود باعث نطاق پارلمان معرفی شد. همچنان جانشین وی آقای بلیوگی که از جنوب هند بود و این وظیفه برگزیده شد که هر دوی آنها مورد احترام اعضای پارلمان و مردم قرار گرفتند. هندوستان کنونی بزرگترین دموکراسی جهان است، خصوصا از لحاظ مطبوعات آزاد و برقراری حکومت انتخاباتی که یکی بعد از دیگر سر قدرت می آیند. می تواند پیام روشن و واضح از دموکراسی را به جهان ارائه دارد. دموکراسی می تواند که با در نظر داشت وسعت کشور و با داشتن علایق مختلف کلتوری، دینی و نژادی رشد یابد. زمانی که دیده می شود که دموکراسی در چنین کشور عملی شده می تواند، پس هیچ دلیلی به نظر نمی رسد که در کشورهای دیگر عملی نشود. من فکر می کنم و باید از شما سپاسگزار بود که شما یک دولت جمهوری فعال را عملا به وجود آورده اید. این گونه افتخارات قابل یادآوری همیشه با دموکراسی هند توأم بوده، مگر مردم باز هم از آن اطمینان ندارند، زیرا برای دفع و تخمین آنها پیشرفت‌های در کشور به شکل جدی و متنوع در دایره اش دیده نمی شود. در طول سالیان گذشته در هند بر این نکته پافشاری و تاکید صورت می گرفت تا ریشه های دموکراسی عمیق و عمیق‌تر گردد و این کار واقعی در هند به شیوه های مختلف اثر گرفته شده است. حتی زمانی که کنفرانس سخنگویان در نیویورک تدویر یافت، هند تلاش کرد تا کمیته را جهت اصلاح قانون اساسی ایجاد و راه‌های مؤثرتری را در زمینه جستجو نماید. تقریبا همزمان با کنفرانس سخنگویان در هند مسئله ایجاد ایالات مطرح بود. ایجاد استان‌ها و ایالات جدید در ذات خود مسئله بود که مربوط به مناطق غریب و نادار بوده است. سه ایالت جدید تأسیس از جمله ایالاتی است که معمولاً مردمان فقیر و نادار در آن مناطق زندگی دارند. چتیسگر از جمله آن مناطق جنگلی است که در قلب هندوستان قرار دارد و در آن اقوام مختلف زندگی می کند. این ایالت از جمله سه ایالت نو تأسیس است که بنابر خواسته های مردم به وجود آمده است و حکومت جدید آغاز به کار کرده است. وزیر اعلای این ایالت اگرچه با حزب مخالف ارتباط دارد، اما در سطح ملی از حمایت قابل ملاحظه بهره‌مند است. روز و شب در دفترش کار می کند و به بررسی مشکلات مردم می پردازند و هدفش این است تا مردمش خوش و آرام باشند. در چتیسگر کمیته پلان گذاری نیز به فعالیت آغاز کرده است و هدف از آن این بوده است که تصمیم همیشه از طرف حکومت ایالتی گرفته می شود تا نقش حکم روایی ضلع را محدود قرار دهد. یکی از مثال های کوچک را می توان زندان مرکزی، جایی که در آنجا برای زندانیان باید اودیه تهیه شود، یادآوری کرد. امکان پولی آن را حکومت ایالتی عهده‌دار شده که وقتی را در بر خواهد گرفت. ما واقعا در زمینه به تخصیص احتیاج داریم. با کمیشنر ضلع تماس گرفته ایم و اودیه را به زندانیان آماده خواهیم کرد. تصامیم و فیصله هایی که قبلا صلاحیت آن مربوط مرکز ایالت بود، اکنون نیز قسمن و آن تعلق خواهد داشت. شورا وظیفه دارند تا آب را برای این قریه آماده سازند. مسئله تکس که قبلا به طور کلی مورد نظر بود، حالا نصف آن تحت نظر گرفته شده است. به خاطر گسترش دموکراسی،
در سال 1993 یک سلسله اصلاحات جدید در قانون اساسی به وجود آمد. می توان آن را قدم دوم در اجرا و تحقق دموکراسی به نفع مردم و وابسته به مردم دانست. هندوستان عنانه دیرین و مورد احترام ایجاد شوراهای محلی دارد که مورد تایید همه مردم و مذاهب قرار گرفته است. به خاطر مؤثریت این شوراها قانون به آنها اجازه می دهند تا با ایجاد و تشکیل انتخابات و تعیین نمایندگان در رأس ارگانهای محلی به مشکلات و ضروریات مردم بپردازند. ایجاد چنین نوعی از ارگانهای انقلابی بوده اختصاص هر سوم پست آمریت برای زنان از جمله سوالیت هایی بوده که آماده گردیده است. این یک دهکده قبیلوی است که در بستر دور افتاده ترین حصه کشور موقعیت دارد. اینجا با بسیار مشکل ماشین های کوچک رفت و برگشت می کنند، ولی باید گفت که دموکراسی به آنجا رسیده است. همه اعضای این دهکده سال دو بار با هم گرد می آیند و درباره مشکل دهکده به مذاکرات می پردازند. اینجا همه اعضای قریه شورای خود را انتخاب می کند و برای افراد کاندید شده رای می دهند. این جوانان آمادند تا هر نوعی از ماموریت دولتی را اجرا کنند. یکی از شکایت مردم اینجا این است که دولت به اعمار و ترمیم سرکا نمی پردازند. این زنها شاکی هستند که دولت باید برایشان سوالیت ها و مدد معاش آماده کنند و این خانم نیست تقاضای کمک چنین را می دارد، ولی همسایهش می گوید که ایشان 4 فرزند دارد، باید آنها وی را کمک کند و اگر آن هم ممکن نیست باید زمین خود را بفروشد. خلاصه شورای محلی درباره فیصله به عمل آورد که ایشان زیاد غریب نبوده و مستحق دریافت کمک نمی باشد. مجالس قرا و قصبات تنها چند بار در سال با هم ملاقات می کنند، اما چیزی که در زمینه صلاحیت قاطع و فیصله کننده دارد آن عبارت شورای قریه است. پوجاما در ایالت اندراپردیش مسئول شورای دهکده یا قریه را به دوش دارد. او یک بیوه مربوط به طبقه پایین است که با استفاده از یک پوست سهمیه شده رئیس قریه انتخاب شده است. మగ పిల్లలు బీసీలు కూడా అంటే ఏం చేయాలంటే మా భర్తను కూడా కొంత కొన్ని రోజులు సంవత్సరం దాకా ఉన్నాడు. సంవత్సరం సంది ఆయనను కూడా చంపిరి మీ అడవిలో ఎట్లా చేయాలని మేము మాకన్నా చిన్న ఆమె దగ్గరికి మేము ఎట్లా పోవాలంటే కూడా ఊరు చంపింది తెలియదు, నలుగురు చంపింది తెలియదు, దేవుడు తీసుకుపోయింది తెలియదు. అట్లయినా కూడా చంపినా కూడా 3 నెలల దాకా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి. 3 నెలల నుంచి వెళ్ళినా అన్ని పనులు కొట్లాడినా, ఏడికంటే ఏడికి పోయినాం, కొట్లాడినాం, పనులు చేసినాం. ఇంతకుముందు ఒకటి రెండే ఏడవైనా కానీ ఈ మురికి తీయలేరు, గలీజు తీయలేరు. ఇప్పుడు చెడ్డోళ్ళ దగ్గరకు మనం ఎంత అయినా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరకు పోతే ఎట్లా ఉంటుంది? గరీబులకు గరీబులకు ఎవరు అది చేసిన వాళ్ళే, గరీబుల మీద ఎత్తి మీద రాయి ఎత్తేసిన వాళ్ళే. ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తుంది? ఏమే మొగరు దాచిన కూడా ఏళ్తున్నది కదా, చేస్తుంది రాజు. మొగరు జావాగా నడుస్తుంది అనుకున్నారు కానీ నిడవలేదు. నేను కొంత పనులు చేసుకుంటూ వచ్చినా ఇంతకుముందు కూడా వెనక వాడి తర్వాత వెనక అవుతుంది. మాకు ముందు రావాలంటాను కూడా మాక ఇంతకుముందు బీసీలు చేసినా కూడా బీసీలకి మొక్క మీద కొట్టినట్టు కూడా నేను లేడీస్ని అయినా కానీ పనులు చేసినా. پوچاما در دهکده خود بر اصل پیشبرد کار خود نهایت مطمئن است. با آنکه بعضاً در اجرای بعضی کارها او خود با مشکلات مواجه می شود، این عضو دهکده به خاطر ترمیم نکردن کانالشان دلگیر و پریشان بوده است. او تاکید می کند که شورای قریه باید روی همین مسائل غور و بررسی کند و فیصله نهایی را در زمینه اعلام نماید. او فکر می کند که این چندان کار بزرگ نیست. امکان دارد که این مشکل با استفاده از بودجه و صندوق شورا نیز رفع گردد. فعلا نسبت به ساختن جمنازیم این مهمتر و ضروری تر است. مشکلاتی که پوجاما با آن مواجه است شاید جزئی باشد، ولی چیزی که مهم است اون مسئولیتش است. و این مشکلی است که در سراسر هندوستان خاصتا در شهرهای بزرگ زنان با آن مواجهند. با گونه مثال پریما کریاپا که باعث شهردار بنگلور تعیین شد. شهر بنگلور از جمله شهرهایی است که در راه ترقی گام می‌گذارد، لذا مسئولیت آن کار آسانی نبوده است. بنگلور شهری است که نام باغچه هندوستان را کمایی کرده بود و امروز نیز به نام شهر سایبر در دنیای صنعتی شرق معروف است.
در همچو شهرها که هر لحظه با تغییرات و تحولات جدید روبروست، اجرای وظیفه کار آسانی نبوده است. پریما به خاطر انجام خدمات بهتر برای این شهر زیر فشار می باشد. 24 ساعت برای من کافی نبوده، من برای 48 ساعت کاری احتیاج دارم. اختصاص کردن 30% کرسی های پارلمان برای زنان از جمله مسائلی است که امروز بر آن جر و بحث صورت می گیرد. شما می بینید که تظاهرات در کوچه ها جریان دارد، نه تنها در دهلی که پرنفوذ ترین شهر است، بلکه در سراسر کشور، نه تنها در هند بلکه در سراسر جهان زنان می خواهند که نقش آنان سرنوشت ساز باشد. این تنها زنان نیستند که درباره تلاش به خرج می دهند، بلکه همه مردم کشور از سراسر به این تلاش دست زده اند. در مورد قسمان فشار مطبوعات، مقامات قضایی و الهام بعضی از رهبران چون مهاتما گاندی و رهبران ایالتی سعی کردند تا توجه خود را بر مشکلات کوچک مردم به منظور توسعه دموکراسی مبذول داشته باشند. آنها بدون شک تلاش کردند تا در راه تحقق دموکراسی به هر گونه که باشد گامهای عملی بردارند و حتی در مشکل ترین حالات و شرایط نیز آنان به خاطر مردمشان در زمینه تلاش کردند. حتی فقیرترین هندیان که در دورترین نقاط کشورشان مسکون بودند و هستند می آیند و می آمدند و صلاحیت حقی رای خود به خاطر قدرت خود استفاده می کنند. قابل تعجب نیست که انتخابات هند امروز در گوشه و کنار جهان مقبول همه واقع شده است. و این انتخابات از جمله انتخابات جهان بوده است که در جهان دموکراسی همه مردم آن را ستودند.